و ما خبری از عربستان. با اتهام خیانت به میهن، عربستان سعودی دومین حکم اعدام را ظرف یک هفته اخیر در رابطه با زندانیان عقیدتی اجرا کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. روز یک شنبه 10 سپتامبر 2024 مقام‌های عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام عبدالله الشهری، زندانی بازداشت شده در ریاض، به اتهام خیانت به میهن و مشارکت در تروریسم خبر دادند. الشهری دومین زندانی عقیدتی اعدام شده در عرض یک هفته پس از اعدام فعال شیعه عبدالمجید النمر می باشد که به اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده اعدام شد. وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه رسمی خود مدعی شد که اعدام الشهری در نتیجه اقدامات جنایتکارانه وی با هدف برهم زدن امنیت و ثبات جامعه بوده است. اما این ادعاها با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در تناقض است، چرا که بارها ثابت شده که مقام‌های سعودی از این گونه اعدام‌ها و اتهام‌ها به عنوان دستاویزی برای تصفیه حساب سیاسی با مخالفان خود استفاده می‌کنند. گزارش‌های حقوق بشر بیانگر آن است که محاکمه‌های انجام شده در موارد مشابه فاقد حداقل استانداردهای حقوقی و عدالت بوده و دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای سرکوب صداهای مخالف از این ابزار استفاده می کند. از زمان اعدام فعال شیعه عبدالمجید النمر به اتهام عضویت در القاعده در ماه گذشته، ناظران متوجه تغییراتی در بیانیه‌های وزارت کشور عربستان سعودی در مورد اعدام متهمان پرونده‌های با ادعای تروریستی شدند. برخلاف گذشته که معمول بود اتهامات انتسابی به افراد به صورت جزئی همراه با تاریخ دستگیری در بیانیه‌ها گنجانده شود، اما در بیانیه وزارت کشور عربستان در رابطه با عبدالله الشهری این موارد مشاهده نمی‌شود. از ابتدای سال 2024 عربستان سعودی بیش از 150 حکم اعدام را به اجرا درآورده که شامل احکامی برای محکومان پرونده‌های سیاسی چه با ادعای تعلق به سازمان‌های تروریستی و یا از میان شیعیان در شرق این کشور بوده است. تداوم این رویه و اجرای حکم اعدام‌ها نشان دهنده عزم عربستان سعودی به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و تصفیه حساب با آنان می باشد.